شودن سحر با سحر نشرا این کشودن سحر با سحر است که آن با دو قسم تقسیم می شود. یکم نشره حلال که آن کشودن سحر با رقی شرعی با شرط ها و یا با دواهای حلال و یا کشودن آن با نوشیدن اصل و هجامه کردن و یا دعا به پروردگار که او خود سحر را کشوده از این مصیبت نجات می دهد. دوم نشره ممنوع که آن کشودن سحر با سحر است. این جایز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم را از نشره پرسیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که نشره این عمل شیطان است. اگر ما عالمی را پیدا کنیم که با کشودن سحر با سحر فتوا بدهد، ما چیکار بکنیم؟ به شما میگویم که این خلاف قرآن و سنت و خلاف قول صحابگان و گذشتگان امت است که با آن فتواهشان ساحر را قوت بخشیده دوا کردن با قرآن را ضعیف میگردانند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود در آن شفا برای مردم است. خود را با سحر معالجه کردن انسان را به کفر میبرد. وقتی که به نزد جادوگر میروی به تو آن جادوگر هیچ کاری کرده نمیتواند مگر اینکه او به شیطان نزدیک شود با آنچه آن دوست میدارد اجرا بکند. پس تمام عمل شخص سحر شده باطل میگردد. پس بر عوض آن که به تو یک تا سحر باشد باز او به تو یک سحر نوی دیگر را همراه میکند و ممکن است در تو سحر نبود. زیرا بیشتر مردم در این روزها به چنین وسواس گرفتار شدند. پس کشادن سحر باید چگونه باشد؟ برادری عزیز، خودت سوره فاتحه را بخون و به الله توکل بکن. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز چشم در سحر بودند. پس صبر کردند تا به امت صبر کردن را تعلیم بدهند. یک زنی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول الله، به من جن تاثیر کرده است، در حق من دعا کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر خواهی به پروردگار در حق دعا بکنم و اگر خواهی به این بیماری صبر بکن که برایت جنت است. بنابراین هر شخصی که به این امتحان ها صبر میکند پس برایش جنت است و شخصی که به نزد ساحر میرود و با او معامله میکند همه اجر و ثوابش را از دست داده به الله تعالی شرک آورده است.